بالاخره دوستا انتظارا به پایان رسید. سفیر مگر ساعت انتظار سال است مگر. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد جناب نصیر احمد فایق پیدا کردیم، سخت مصروف و در جلسات متعدد شرکت کردین شما. هنوزم شکر است که نمایندگی از افغانستان میکنین. خسته نشدین؟ تشکر. خب دو روزه که جلسات شروع شده، البته بسیار زیاد حجم کار زیاد است. جلسات متعدد در مورد افغانستان است و ما چهار جلسه، حداقل چهار جلسه بسیار عالی رتبه در مورد افغانستان برگزار میشه در حاشیه ازی. البته دو تایش دیروز برگزار شد، سه تانه جلسه تیر شد تا حالا. را یک جلسه دیگر ما قرار است تاریخ 22 برگزار کنیم در مورد تبعیض جنسی علیه زنان است و یا همو اپارتاید. و در کنار از او جلسات حاشیه‌ای دیگه هست که به سطح وزرا از کشورهای مختلف، از گروه‌های مختلف برگزار میشه همزمان با بحث مجمع عمومی. بله، گفته شد که چوکی سازمان ملل خالی است، اما روز هم دیده میشه که شما نمایندگی از افغانستان میکنین. آقای خب چوکی عتمی نیست که من 24 ساعت آدم پشت چوکی بشینه، به خاطر که مهمی است که بعدم کجا باره باید بشینه مکان میگیرد. نه ما در کنار یا در حاشیه مجمع عمومی جلسات متعدد است که هر کشور بیانیه خود ارائه میکنه، بعد از اون میرن با جلسات متعدد. ما هم در جلسات که در حاشیه ملل متحد برگزار میشه، در حاشیه اسامبله، در او هم مصروف هستیم و مشکل است که رسیدگی باید کوشش کنیم که باید در هر جای حضور داشته باشیم. یعنی بحثایی که کردین شما نمایندگی از افغانستان کردین، فکر میکنین که برای شرایط موجوده موثر باشه؟ یعنی سیاست طالبان تغییر خواهد کرد؟ برای زیک انتونیو گوتریش هم یک هفته پیش از اجلاس گفت که امسال ما مسائل افغانستان در حضور جهانیان مطرح میکنیم، با اینا چانه‌زنی میکنیم. من فکر نمی‌کنم که طالب دیگه یا قدرتمند نشون بده که زور دنیا ما تا به طالب نمیرسه. به طور است که بحث‌های مختلف در بحث در سطح بین‌المللی جریان داره. منازعه اوکراین است، بحث‌های دیگه منازعاتی است که در سازمان ملل متحد در اجندایش است، اجندای توسعه پایدار و مسئله تغییر اقلیم. این بحث‌هایی است که در ملل متحد جریان داره و بحث افغانستان هم در حاشیه ما تلاش داریم در جاهایی که لازم است رو مطرح بسازیم. ولی امیدوار هستیم که این جلسات یک برگزار میشه و صحبت هایی که در اینجا مطرح میشه ای بتونه توسط اقدامات عملی یک تاثیر را بالای افغانستان یا وضعیت افغانستان داشته باشه. خب بستگی به ارادی جمعی و ارادی سیاسی داره و من مطمئن هستم که در تا حال را بحث هایی که مطرح شده جهان در مورد افغانستان نگران هستند، مصمم هستند به عنوان یک اولویت مسئله حقوق بشر و حقوق زنان دختران مطرح شده و تلاش ما همی است که این مسائل از سطح صحبت ها به سطح گام های عملی تغییر بکنه و گام های عملی برداشته شود و ما بتانیم وضعیتی را که در افغانستان است شاهد یک تحول بنیادی باشیم. ولی سوال آخر، چند قبل تعداد از اطفال مهاجرین افغان در پاکستان زندانی شده بودند که من با شما امیر وسیله شدم. شما با مقامات پاکستان بسیار جدی صحبت کردین که اونها بند رها شدن پس به افغانستان آمدن و اتفاقا وزیر خارجه پاکستان هم تغییر کرد، آقای عباس جلیل عباس جیلانی که سابق سفیر پاکستان در آمریکا بود. من اتفاقا دیدمشون، با اینا دیدار کردین با کشورهای همسایه و اینا با رسای شعایت بشن. بحث مهاجرین یک بحث بسیار مهم است که در اولویت کاری ما هست. ما تلاش داریم در هر چارچوب یا در هر فرمتی که ملاقات ها یا بحث های با کشورهای همسایه خود داشته باشیم مسئله مهاجرین حتما پیگیری میکنیم و یاد میکنیم. امیدوار هستیم که اینا بتانن با وصف ازی که چالش مهاجرین به کشورهای همسایه به نهایت زیاد است و اینا در بیانیاتشون تا حال را مشنیدم چندین کشور همسایه ما یاد کردن، ولی ما هم تقاضای ما یا تلاش ما این است که با توجه به وضعیتی که در افغانستان جریان داره اینا مشکل افغانا و مشکل مهاجرین درک کنن و تا حد امکان کمک هایی که لازم است در اختیارشان قرار بدن و از این فشارهایی که بالای مهاجرین است کاسته شود. یک دنیا تشکر. ما میفهم که از پنل که شما سخنرانی داشتین برآمدین و ما هم سوار رفتن نیستم. یک گلم تشکر جناب نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل. یک جان از شما هم تشکر. خوشحال شدم. وقت خوش.